بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة أينما كنتم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما دوستان و عزیزان به ویژه بازدید کنندگان و اعضای سایت و کانال عربی برای همه بنده محمد باقر اسدی هستم مدرس و مترجم زبان عربی و مدیر وبسایت و کانال عربی برای همه انشاءالله در این ویدیو با توضیح و ترجمه برشی از یک سریال کمدی به لهجه سعودی یا همون لهجه عربستانی و حجازی در خدمت شما خواهم بود. قبل از اینکه این کلیپ رو ببینیم و توضیحش بدیم یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بعضی از دوستان پیام دادن گفتن که چرا فیلم با زیرنویس عربی و فارسی توی سایت و کانال نمیذارید. اولا دوستان این کار خیلی کار زمانبری هست. ثانیاً فایدهش به اندازه توضیح تک تک کلمات نیست. چرا؟ چون شما فیلم رو میبینید، زیرنویس عربیش رو میبینید، زیرنویس فارسیش رو هم میبینید، ولی خیلی وقتا دقیقاً نمیدونید که کدوم کلمه فارسی معادل کدوم کلمه عربی هست و به همین دلیل استفاده آموزشی کامل رو از اون کلیپ نخواهید برد. اما اگر تک تک کلمات توضیح داده بشه، تحلیل بشه، صرف بشه، کاربردش توضیح داده بشه، در اون صورتی که شما میتونید از یک فیلم استفاده کامل رو داشته باشید. در مرحله اول ما این کلیپ رو با هم دیگه میبینیم، ولی شما به یک بار دیدن بسنده نکنید. تلاش کنید که خودتون این کلیپ رو چند بار ببینید، حتی متن عربیش رو روی کاغذ پیاده بکنید تا خودتون تک تک کلمات رو کشف بکنید و معنای اونها رو حدس بزنید و بعد دوباره من برمیگردم و فیلم رو با متنش ان شاء الله میبینیم. ايش قاعد تسوين؟ اكلم صديقتي ندى. تكلمينها امك في المطبخ لحالها؟ ما تشوف. الو 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 من؟ انت اللي من؟ وين امل؟ قفل بسرعه. الو ندى اكلمك بعدين. اي خلاص اوكي يلا باي. وش ذا الحقنة طير علي أم البنت. وش ذا الرقم غريب؟ والله لا يكون هو. ألو؟ ألو؟ هلا والله. مين؟ أنا عبد الله أخو أمل، بس متصل أعتذر على المس أندرستاندينج اللي حصل قبل شوي. كنت معصب معليش، أنا دمي حامي. لا لا عادي عادي. أنا يوم سمعت صوتك حسيت إني أعرفك من زمان، فقلت خلني أكلم وأرمي حبال المحبة والوصال، وخاصة إن أختي دايم تمدح فيك. العنوان من شباب أخوي، لازم أصرف. أنا مين اللي قاعد تكلمينه؟ أنا قاعدة أكلم صديقتي والله. هاتي الجوال. لا طقع. أي حقوق المرأة. أي أنا معنفة، الحقوني. ألو من معي؟ ألو من معي؟ أنا أخو ندى. هلا والله. الله يسلمك، خلاص أنا كذا تطمنت. خب حالا فیلم رو با متنش میبینیم، ولی من متنش رو توضیح نمیدم تا خودتون تلاش کنید معنای کلمات و جملات رو حدس بزنید. ايش قاعد تسوين؟ اكلم صديقتي ندى. تكلمينها امك في المطبخ لحالها؟ ما تشوف. الو 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 من؟ انت اللي من؟ وين امل؟ قفل بسرعة. ألو ندى أكلمك بعدين. إي خلاص أوكي يلا باي. وش ذا الحقنة طير علي أم البنت. وش ذا الرقم غريب؟ والله لا يكون هو. ألو ألو هلا والله. مين؟
أنا عبد الله أخو أمل، بس متصل أعتذر على المس أندرستاندينج اللي حصل قبل شوي. كنت معصب معليش، أنا دمي حامي. لا لا عادي عادي. أنا يوم سمعت صوتك حسيت إني أعرفك من زمان، فقلت خلني أكلم وأرمي حبال المحبة والوصال، وخاصة إن أختي دايم تمدح فيك. هذا العنوم من نشبة أبي، لازم أصرف. أنا مين اللي قاعد تكلمينه؟ أنا قاعد أكلم صديقتي والله. هات الجوال. لا طقع. أي حقوق المرأة؟ أي أنا معنفة، الحقوني. ألو من معي؟ ألو من معي؟ أنا أخو ندى. هلا والله. الله يسلمك. خلاص أنا كذا تطمنت. خب حالا کلیپ رو تیکه تیکه با هم دیگه نگاه میکنیم و من کلمات و جملاتش رو توضیح میدم و ترجمه میکنم. چیکار تسوی؟ اکلم صديقتي ندى. تكلمينها امك في المطبخ لحالها؟ ماشي. الو الو الو. خب مسلسل باركود السعودي، يعني سريال عربستانية. باركود مسلسل، جمعش میشه مسلسلات، یعنی سریال. باركود هم که همون باركود فارسی هم میگه. امل، مردی که اول وارد میشه خواهرش رو صدا میکنه. امل ايش قاعد تسوين؟ اسم دختر امل هست. امل هم به معنی آرزو، هم به معنی امیده، منتها توی عربی معاصر بیشتر به معنی امید استعمال میشه، به معنی آرزو کمتر استعمال میشه. برای آرزو بیشتر از کلمه امنیه استفاده میشه. پس عمل اینجا اسم دختر هست، معناش میشه امید. بیشتر به معنی امید الان استعمال میشه. جمعش میشه آمال. تا اینجا دیگه ترجمه نمیشه چون اسم هست اینجا. ايش قاعد تسوين؟ ايش همون ايو شيء فصیح هست. ايش به لهجه عربستانی هست، در لهجه عربستانی ازش استفاده میشه، در لهجه خلیجی هم در خیلی از مناطق از کلمه ايش استفاده میشه. ايش که فصیحش میشه ايو شيء یا ماذا، فسی یعنی چه چیزی یا چه. ايش قاعد تسوين؟ قاعد که میدونید از قعود به معنی نشستن، ولی خب اینجا میشه گفت یک پیشوند هست برای فعل تسوين و فعل رو تبدیل میکنه به مضارع ملموس. ما تو فارسی میگیم مثلا من دارم میروم، من دارم آب میخورم. توی لهجه سعودی، توی لهجه خلیجی و همچنین در مناطقی از کشور عراق از کلمه قاعد برای مذکر و قاعد برای مؤنث استفاده میشه برای بیان کردن این دارد، دارم، دارم میروم، دارم مینشینم. پس اینجا قاعد تسوین برای مؤنث هست. اگر بخوایم به آقا بگیم باید بگیم ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ سوى يسوي هم به معنی انجام دادنه، درست کردن، انجام دادن. کلمه عامیانه است و توی اکثر لهجه‌های عامیانه هم استعمال میشه. سوى يسوي یعنی انجام داد، کاری کرد. مثلا چی کار میکنی؟ به این معنی. برای مخاطب مؤنث میگیم تسوین. تسوین ايش قاعد تسوین؟ ايش قاعد تسوین؟ لهجه سعودی و لهجه خلیجی هم میتونید استعمالش بکنید، توی عراق هم کامل این رو متوجه میشن. ايش قاعد تسوین یعنی چی کار داری میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ اگر مخاطب آقا بود میگفتیم ايش قاعد تسوین.
اگر جمع باشه میگین قاعدین. قاعدین ايش قاعدين تسوون؟ ايش قاعدين تسوون؟ جمع میبندیم و دیگه مثنا نمیشه، برای مثنا هم از جمع استفاده میکنیم. ايش قاعد تسوون؟ چیکار داری میکنی؟ پس همونطور که عرض کردم از قاعد و قاعده در کشورهای حاشیه خلیج فارس، در عربستان و در مناطقی از عراق استفاده میشه. امل ايش قاعد تسوون؟ امل ايش قاعد تسوون؟ دختری که داشت با حالا با نامزدش یا با دوستش صحبت میکرد، اعاذنا الله و ایاکم، میگه اکلم صدیقتی ندا، اکلم صدیقتی ندا، دارم با دوستم ندا صحبت میکنم. صدیقتی یعنی دوستی که دختر هست. خب دروغ داشت میگفت. اکلم صدیقتی ندا. اکلم توی فصیح ما میگیم اکلم، یعنی زمش باید خیلی واضح باشه. اکلم فعلش هست کلم یکلمو، مصدرش میشه تکلیم، یعنی صحبت کرد یا صحبت میکند. مصدرش حالا کمتر استعمال میشه. مثلا با من صحبت کن، با من صحبت کن، کلمنی. اگر مخاطب خانم باشه کلمینی، کلمینی. او دارد با دوستش صحبت میکند. هو یکلم فصیح، یکلم صدیقه. خب ما یکلم یکلمو داریم که هم تو عامیانه کاربرد داره، هم تو فصیح کاربرد داره، هم تکلم یتکلمو داریم که اینم هم توی عامیانه کاربرد داره، هم توی فصیح کاربرد داره. میگیم تکلم یتکلمو. منتها فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که تکلم یتکلمو به کلمه مع نیاز داره، یا تو بعضی لهجه ها به جای مع از ویا استفاده میکنیم، مثل لهجه عراقی به مع یا ویا توی لهجه عراقی و بعضی لهجه های دیگه نیاز هست. مثلا من با تو صحبت میکنم، اگر بخوایم با کلم یکلمو بگیم میگیم انا کلمک توی عامیانه، یا انا اکلمک توی فصیح. ولی اگر از تکلم یتکلمو بخوایم استفاده کنیم باید بگیم انا اتکلم معک، یا اگر مثل عراق از ویا به جای مع استفاده میشه در اکثر موارد میتونیم بگیم انا آنی، عراقی میگن آنی، اتکلم ویاک، وياك احكي وياك، اتكلم وياك. خب ويا ويا وياك. اكلم صديقتي ندا، دارم با دوستم ندا صحبت میکنم. ندا با ندای فارسی فرق میکنه. ندای فارسی مصدر نادا یونادی منادا هست، ندا یعنی صدا زدن، ولی ندا توی عربی خب اسم دختره، معناش میشه شبنم، به معنی شبنم. داداشه بهش میگه تکلمینها و امک فی المطبخ لحاله. اگه بخوام فصیح تلفظش کنم، چون کلماتش فصیحه، باید اینجوری تلفظ کنم، تکلمینها و امک فی المطبخ لحالها. لحالها یعنی تنهایی، که تو فصیح ما معمولا میگیم وحدها، وحدها. تکلمینها از ها، یعنی ضمیر مؤنث استفاده کرده چون فکر میکنه خارج داره به یه خانم صحبت میکنه. تکلمینها و امک فی المطبخ لحاله، داری با دوستت صحبت میکنی در حالی که مادرت تو آشپزخونه تنهاست. بس لحالها یعنی وحدها، یعنی تنها، تنهاست یا اونجا تنهایی داره کار میکنه. لحالها هم تو لهجه سعودی هست، هم تو لهجه شامی و لبنانی هم میتونید استعمالش بکنید. مثلا انا رحت لحالی، یعنی انا ذهبت وحدی. شما این توی لهجه شامی و لبنانی هم بگید، این رو کامل اونجا استعمال میکنن و متوجه میشن. انا رحت لحالی.
لحالي لحالك. تكلمينها وأمك في المطبخ لحالها؟ هات لي شوف. بدأ بنا. هاتي فعل مذكر، هاتي فعل مؤنث، وهاتو فعل جمع. يعني بدأ يا بدهيد. این کلمه ای که فصیح هم هست توی قرآن هم استعمال شده. قل هاتو برهانکم. کلمه خیلی رایجی هم هست. یعنی اگر شما بخواید یه جای فصیح صحبت بکنید و مثلا میخواید بگید که کتاب رو بده، به جای اینکه بگید ایتی بالکتاب بهتره بگید هات الکتاب. هات الکتاب لو سمحت. اعطنی الکتاب. و کلمه رایج‌تریه و قاعدتا شما توی فصیح اگر از کلمات رایج استفاده بکنید مردم زیاد تعجب نمی‌کنن. هات لشوف. شافه یشوفو یعنی دید، می‌بیند. کلمه کاملا عامیانه است، توی فصیح استعمال نداره. مثلا می‌خوام بگیم ببین، می‌گیم شوف. شوف. انا اشوف یعنی من می‌بینم. هاتی لشوف، گوشی تو بده ببینم. الو الو، آقا هم از عمر صدای دختر در میاره، میگه الو، من کیه؟ خب بخش بعدی کلیپ رو ببینیم. من انت لی من وين امل قفل بسرعة. الو نداك اللينك بعدين. اي خلاص اوكي يلا باي. وش ذا الحقنة طير علي أم البنت. وش ذا الرقم غريب. والله لا يكون هو. خب آقاها ميجي من كيه يا چه كسيست كيه یا تو کی هستی؟ همین معناها رو میتونه بده. بعد اون یکی آقایی که داشت ادای دختر رو در می آورد گفت انتی لیمن. این انتی لیمن جمله دقیقی نیست. چرا؟ چون این آقا توی این فیلم تظاهر میکنه که دستپاچه شده. انتی لیمن، تو کسی هستی که چه کسیه؟ یعنی تو اون کسی هستی. باید میگفت که مثلا انتی لی لازم یگول من، تو اون کسی هستی که باید بگه کیه. انت لی من یعنی تو کسی هستی که کیه. لی در لهجه های عامیانه جایگزین همه اسماء موصول است، جایگزین همه اسماء موصوله. یعنی به جای الذی و التي و الذين و الذان و الذين تا آخر، اللاتی و اللواتی و غیره. انت اللی، هو اللی، نحن اللی. به جای همشون از اللی استفاده میشه. انت اللی من وین امل. امل کو؟ امل کجاست؟ وین کلمه عامیانه است، در فصیح میگیم اینه، یعنی کجا یا کجاست. وین امل، امل کو. بعد برادره به خواهرش میگه قفلی به سرعه. قفل همون قفل خودمونه، از قفل میاد. قفل برای مذکر، قفلی برای مؤنث. هم به معنی ببند هست، هم به معنی تلفن رو قطع کن. توی فصیح هم از همین کلمات استفاده میکنیم، میگیم اقفل، اقفل الخط، یا اغلق هم میگیم اغلق الخط. پس قفل برای مؤنث، قفلی یعنی در رو ببند، یا مثلا در رو ببند، یا مثلا چیز رو ببند، یا تلفن رو قطع کن. قفل میشه ماضیش. یقفل برای مضارعش، میبندد یا قطع میکنه. بعد اگر بسته شد یه چیزی، مثلا میخوام بگیم در بسته شد. در بسته شد در لهجه سعودی میگیم تقفل. تقفل. تقفل یعنی در بسته شد. مثلا تقفل الباب. این در بسته شد. قفلی به سرعه. این زود قطعش کن.
بس قفلي بسرعة يعني زود قاتشكم زود قاتكم زيادة كلش نادي. دختره به اون آقایی که صدای دختر در می آورد میگه الو ندا، اکلمک بعدین. میگه الو ندا، بعدا باهات صحبت میکنم. کلمک یعنی اتکلم معک. بعدین یه کلمه فصیحه توی اکثر لهجه ها استعمال داره. بعدین یعنی بعدن، همون بعدن فارسی. یا در فصیح میگیم لاحقا، فی ما بعد. در فصیح میگیم لاحقا فی ما بعد، فی وقت آخر. پسر میگه ای ای خلاص اوکی. ای شاید خیلی از عرب زبان ها تعجب بکنن که اگر بگم ای کلمه فصیحه، منتها در فصیح اینجوری می نویسیم. توی قرآن هم هست به همین صورت نوشته شده. ای توی کدوم آیه است؟ آیه 53 سوره یونس. و یستنبئون که احق هو قل ای و ربی. ای یعنی آری، آره. ای و ربی انه الحق. از تو میپرسن که آیا آن حق است، آیا آن عذاب حق است. قل ای و ربی، بگو آری، قسم به پروردگارم بیشک که حق است. ای ای خلاص. توی لهجه شامی و لهجه لبنانی هم کاربرد داره، میگن ای ای. توی لهجه عراقی هم هست، میگن ای ای ای، نعم ای، بلی ای ای. تو فصیح میگم ای یعنی آره، بس ای یعنی آره. حالا بعضی وقتا براش ه هم می نویسن آخرش. خلاص خلاص این تمام تمام خلاص تمام. میتونه معنای دیگه هم بده. مثلا شما وقتی میبینید یه کسی کاری انجام میده و رو مخ شماست، شما میخواید بگید که وابسته دیگه، چه کار دارید میکنید؟ میگید خلاص خلاص، یعنی بسته دیگه، تمومش کن، تمومش کن، بسته دیگه. از خلاصا اومده دیگه، خلاصا یعنی تمام شد در عامیانه. خلاص یعنی تمام کرد، خلاص یعنی تمام شد. تو بعضی لهجه خلاص رو به معنی تمام شد استعمال میکنن. خلاص اوکی یلا بای. اوکی همون اوکی خودمونه. یلا که بعضی وقتا اینجوری می نویسن، یلا همون یا الله. یلا بای در اصل به چه معنیه؟ در اصل به معنی حیا در فصیحه، زود باش. یلا یلا زود باش. تو فصیح میگیم حیا هیا. و اینجا حالا چه معنایی میده؟ یلا بای یا یلا مع السلامه. یلا مع السلامه به معنی زود باش خداحافظ نیست، یه اصطلاح. یلا بای دیدید ما گاهی وقتا مثلا توی خونه رفتیم، مهمونشون بودیم، بعد حالا میخوایم بیایم بیرون، دمه در صحبتی میکنیم با صاحبخونه، میخوایم خداحافظی کنیم. موقعی که رفت میخوایم بریم میگیم خب دیگه خداحافظ، خب خداحافظ. توی عربی میگیم یلا بای، یلا مع السلامه. نه اینکه یلا به معنی خوب باشه ها، یلا به معنی خوب نیست، معادن تو همون جا استعمال میشه، در چنین موقعیتی استعمال میشه. یلا بای، یلا مع السلامه یعنی خب خداحافظ. خلاص اوکی یلا بای، خب خداحافظ. بعد پسر برمیگرده میگه وش ذا لحقنا طیر علی ام البنت. وش ذا، وش یعنی ما، چه، ایش یعنی ماذا یعنی چه چیزی، وش یعنی ما، یعنی نیاز به یک ذایی هم داره. ذا هم که اسم اشاره است دیگه، همون هاذا که میگیم بدون ها هست، چون هاذا هم در اصل ذا بوده، اون هاش های تنبیهه. وش ذا، این چیه، این چی بود دیگه. وش یعنی ما، مای استفهامیه، یعنی چیه، چی. وش ذا، وش ذا کلمه سعودیه، اصطلاح سعودیه، بقیه جاها کاربرد نداره. مثلا توی عراق و اینا متوجه میشن ولی خب استعمالش نمی کنن. وش ذا، این چی بود دیگه، این دیگه چیه.
وش ذا لحقنا؟ لحق عم ملحق شدن میگیم توی زبان فارسی. لحق خب معناهای متعددی میتونه داشته باشه. مثلا لحق بنا یعنی خودش رو به ما رسون. توی انگلیسی اگه اشتباه نکنم میگیم catch up، کسی از عقب بیاد خودش رو به ما برسونه. لحق بنا، اذهبوا انتم وانا سالحق بكم. توی فسی سالحق بكم یعنی خودم رو به شما میرسونم، به شما ملحق میشه. وش ذا لحقنا یعنی این بود که این کی بود این وسط، این چی بود این وسط سرکلش پیدا شد، یه دفعه پیدا شد اومد. وش ذا لحقنا، طیر علی ام البنت. طیر از طاره یطیر اومده. یک نکته دیگه هم در مورد لحقه بگم، لحقه مثلا الحقونی داریم، اینم خیلی کلمه کاربردیه. الحقونی یعنی کمکم کنید، کمک. این اگه شما تو کشور عربی به درد سر افتادید، اگه بگید النجده شاید خیلی شما متوجه نشن و شما رو نجات ندن، باید بگید الحقونی یعنی هم به داد من برسید. دیگه ترجمه نمی کنیم به من ملحق بشید، الحقونی یعنی کمکم کنید، کمک. وش ذا لحقنا، این کی بود، این چی بود این وسط سر کلش پیدا شد، یه دفعه خودشو رسوند این وسط. طیر، طیر از طاره اومده، طاره یطیرو یعنی پرواز کرد، پرواز می کند. طائر یعنی پرنده، طائر یعنی پرنده. طائر یعنی چی؟ یعنی هواپیما، طیار. جمع طائر میشه طیور، جمع طائر میشه طائرات، طائرات. خب طیره همون طاره هست، رفته به باب تفعیل، متعدی شده. طاره اینه پرواز کرد، طیره چی میشه؟ این پروند. طیر علی ام البنت، طیره یطیرو. توی فسی هم میتونید استعمالش بکنید، این پروند، دخترات دستم پروند. طیر علی ام البنت. حالا این ام اینجا چی کار است؟ چه ربطی به مادر دختر داره؟ این ام اینجا مادر ترجمه نمیشه، یک کلمه یه برای تأکید کردن. طیر علی ام البنت، طیر علی یعنی از دست من پروند، علی یعنی ضد من، علیه من. طیر علی یعنی از دست من پروند. ام البنت یعنی دختره رو به کل، از اساس. ام هر چیزی اساس اون چیزی هستش دیگه. طیر علی ام البنت یعنی میخواد بگه که دختره رو کلن از دستم پروند. خیلی استعمال های جالبی داره این، مخصوصا توی لهجه های مثلا اطراف عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس کلمه ام به این صورت خیلی استعمال میشه. مثلا یه نفر داره بازی میکنه، بازی رو خراب کرده، میگیم بابا خربت ام اللعبه، خربت ام اللعبه یعنی بازی رو از اساس بکندیش، خرابش کردی، خربت ام اللعبه. مثلا یه نفر داره آهنگ میخونه، نوازندگی میکنه، بعد شما بهش میگید خربت ام الموسیقی، یعنی کلن فاتحه موسیقی رو خوندی تو، کلن خرابش کردی، این بازی رو کلن پکوندی، خرابش کردی. از اینجا ام مادر ترجمه نمیشه، این از اساس. حالا یه کلمات مشابه دیگه مثلا میتونیم براش پیدا کنیم. خب بعد که قطع میکنه، آقای با یه شماره دیگه بهش زنگ میزنه. وش ذا الرقم الغریب، وش ذا الرقم الغریب، ما هذا الرقم الغریب، به فصیح این شماره ناشناس چیه، این شماره ناشناس چیه. الرقم الغریب یعنی شماره ناشناس. لیکن هو، خیلی اصطلاح قشنگی توی فصیح استعمال میشه. لیکن هو، نکنه اون باشه، مبادا اون باشه. لیکن هو، مبادا اون باشه، مثلا لیکن انک رسبت، فصیح هم میتونید بگید لیکن انک رسبت، نکنه رفوز شدی. لیکن انکم ندمتم، فصیحه، نکنه پشیمون شدید. لیکن انکم ندمتم، لیکن یه تغییر داده نمیشه،
چون فاعلش الناس با ما بعدش تعلیل به اسم میشه. لا یکن هو، نکنه اون باشه، مبادا اون باشه. خب بخش بعدی رو ببینیم. الو الو هلا والله. مين؟ انا عبد الله اخو امل، بس متصل اعتذر على المس اندرستاندينج اللي حصل قبل شوي، كنت معصب معليش انا دم حامي. لا لا عادي عادي. الو الو هلا والله. آقای میگه هلا والله، هلا همون اهلا خودمونه، اهلا در فصیح. این سلام، سلام. والله چیه اینجا؟ قسم؟ نه، هلا والله یه نوع سلام صمیمی هست. ما تو فارسی میگیم سلام به روی ماهت، سلام استاد، سلام. این هلا والله هم یه چیز تو همین مایه هست، یه سلام صمیمیه. معمولا هم عربستانیا و کشور حاشیه خلیج فارس از این استفاده میکنن. هلا و غله هم میگن، هلا و غله، هلا و غله، هلا و میت، هلا، هلا و هلا و غله، هلا والله. یعنی میشه گفت تقریبا معادل مثلا سلام و صد سلام، سلام به روی ماه، هلا و غلا. یعنی غلا از غالی میاد، یعنی عزیز، یعنی سلام عزیزم. هلا و غلا، هلا والله. مین کیه؟ همون من هست، منتها تو عامیانه معمولا مین تلفظش میکنم. انا عبدالله اخو امل، که من عبدالله هستم، برادر امل. بس متصل اعتذر على المس اندرستاندينج اللي حصل قبل شوي، كنت معصب معلش انا دمي حامي. انا عبد الله اخو امل، من عبد الله هستم، برادر امل. بس متصل، بس یعنی چی؟ بس یه کلمه فارسیه در اصل، همون بس خودمونه، منتها اولا توی عربی فصیح استعمال نمیشه، ثانیا توی عربی عامیانه چند تا معنا داره. معناهای بس در لهجه های عامی، در لهجه های عامیانه که توی کل لهجه های عامیانه هم رایج استعمال میشه، بس یک معناش فقط هست. مثلا میگید بس متصل اعتذر على المس اندرستاندينج، من فقط زنگ زدم که معذرت خواهی کنم. بس دقیقه، فقط یک دقیقه. بس هادا، فقط این. بس لحظه، فقط یک لحظه. به معنی کافیه هم استعمال میشه. مثلا این نفر داره برای شما چای میریزه، یه سوبلکوم چای، شما میگید بس بس بس، یعنی کافیه. یه معنای رایج دیگه هم هست، ولیکن، یعنی همون ولی. مثلا میگیم الجو حار بس انا بردان، یعنی هوا گرمه ولی من سردمه. بس معنای دیگه هم داره، ولی خب یه مقدار نیاز به توضیحات بیشتری داره. مثلا به معنای به محض اینکه هم استعمال میشه، به مجرد اینکه، به محض اینکه. خب انا عبد الله اخو امل، بس متصل، متصل یعنی کسی که زنگ زده، اسم فاعله. ولی توی لهجه های عامیانه خیلی وقتا از اسم فاعل به جای فعل، مخصوصا فعل ماضی نقل زیاد استعمال میشه، استفاده میشه. بس متصل یعنی زنگ و فقط زنگ زده ام، زنگ زده ام. اتصل یتصل، توی فصیح میگیم به، اتصل بهی، انا اتصلت بک. توی عامیانه، توی مثلا لهجه عراقی و اینها خابره میگن، خابره یو خابرو، یعنی زنگ زد. و دگ علیه هم میگن توی خیلی از لهجه ها، مثلا لهجه هاشی خلیج فارس میگن دگ، دگ علیه، یعنی بهش زنگ زد. توی لهجه های عامیانه از اتصله اگه استفاده بکنن با علا استعمالش میکنن، اتصل علیه، یعنی بهش زنگ زد. اتصلت علیک، یعنی بهش بهت زنگ زدم. یعنی اگه بخواد کلمه اتصل یتصل رو به معنای زنگ زد توی لهجه های عامیانه استعمال بکنید، باید با علا استعمالش بکنید. توی عراق هم میتونید استعمالش بکنید. حتی من از بعضی از بغدادی ها شنیدم میگن که ما اتصلت علیه رو از مثلا خابرته مثلا با کلاسترم میدونیم یه مقدار. انا عبدالله اخو امل، بس متصل اعتذر على المس اندرستاندينج، یه فقط زنگ زدم، اعتذر که معذرت خواهی بکنم،
اعتذر يعتذر على علت تشکر، علت معذرت خواهی و علت تأسف و اینا رو میتونه بیان کنه. اشکرك على حضورك، از تو به خاطر حضورت تشکر میکنم. اشکرك على تعاونك، مثلا از تو به خاطر همکاریت تشکر میکنم. اعتذر على المقاطعه، به خاطر اینکه حرفتون رو قطع میکنم معذرت میخوام، هم میتونه برای علت تشکر استعمال میشه، هم علت معذرت خواهی. اعتذر على المیس اندرستندینگ، میس اندرستندینگ خب کلمه انگلیسیه، توی عربی هم معادل داره، سوء فهم، همون سوء تفاهمه. سوء تفاهم هم بعضا استعمال میشه توی عربی، سوء فهم هم استعمال میشه. على سوء الفهم، میخوام فقط بهت زنگ زدم که به خاطر اون سوء تفاهمی که پیش اومده ازت معذرت خواهی کنم. اللي حصل، اللي همونطور که عرض کردم اللي جایگزین همه اسماء موصوله، الذي التي اللذان الذين، اللي سوء الفهم الذي، ازت معذرت خواهی بکنم به خاطر اون سوء تفاهمی که اتفاق افتاد. حصل یعنی اتفاق افتاد، رخ داد. حصل حدث، صار، توی عامیانه گاهی که از صار هم به معنی اتفاق افتادن استفاده میشه. حصل، حصل یعنی اتفاق افتاد. حصل علیه یعنی با علا اگه استعمال بشه، مثلا انا حصلت على شخص، حصلت على کتاب، حصلت على فلوس، نقود، یعنی به دست آورد. اگر حصل رو بگید، یعنی حصل رو بگید حصل، دیگه نیاز به علا نداره. فانا حصلت مستشفى، یعنی بیمارستان پیدا کردم. حصلت مستشفى یعنی یک بیمارستان پیدا کردم، گیر آوردم، پیدا کردم. بس حصل یعنی اتفاق افتاد، حصل علیه یعنی به دست آورد. حالا ممکنه این حصل علیه یه موقعی توی موقعیت های مثلا علاش به قرینه هست بشه، ولی خب به معنی به دست آوردن باید با علا بیاد. حصله هم که به معنی به دست آوردن و پیدا کردنه، یعنی با هم بالای دومی مترادفه، منتها بدون علا هست. دومی تو فصیح بیشتر استعمال میشه، این سومی توی عامیانه بیشتر استعمال میشه، ولی دوتاشون هم فصیح. اللي حصل قبل شوی، قبل شوی یعنی قبل قلیل، قبل شوی یعنی قبل قلیل، اندکی قبل، شوی یعنی کم. وقتی میگن شوی شوی اینجوری هم می‌نویسن، شوی 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 یعنی کم کم، تدریجیاً، شیئاً فشیئاً به زبان عربی فصیح. شوی شوی عامیانه است. قبل شوی كنت معصب، عصبی بودم. معصب عصبی یا عصبانی، عصبانی بودم. معلش، معلش اینجوری هم می‌نویسن، با بدون یه هم می‌نویسن، معلش، معلش. معلش در اصل بوده ما علیه شیء. حالا این اصلش رو برای شما بیان میکنم که بدونید اصل کلمه چیه، نه اینکه حتما شما به جای معلش ما علیه شیء رو استعمال بکنید، نباید اینو استعمالش بکنید. ما علیه شیء رو کجا استعمال میکنن؟ مثلا ما علیه شیء در اصل در دادگاه ها ازش استفاده میشد. کی استفاده میشد؟ موقعی که مثلا یک متهمی تبرئه میشد، بعد میگفتن که براءه، یعنی براءه یعنی بیگناهی، به معنی معصومیت هم هست، به معنی بیزاری و براءت جستن هم هست. گفتن براءه یعنی اعلام بیگناهیش، اعلام میکنیم که بیگناهه. ما علیه شیء، چیزی بر عهده او نیست. پس ما علیه شیء در اصل یعنی چیزی بر عهده او نیست، او مسئولیتی نداره، بیگناهه. ولی این معلش کم کم از همین ما علیه شیء ساخته شده. به چه معنایی استعمال میشه؟ به معنای مختلفی استعمال میشه. یکیش ببخشیده، معلش. مثلا یه خیابون دارید میرید، به نفر میخورید، معلش معلش. یک معنی دیگه هم هست، یعنی اشکال نداره، لا بأس، یعنی اشکال نداره و لا بأس هم استعمال میشه. لا بأس مثلا یه نفر به شما میخوره، یعنی در مقابل هم شما میتونید این رو بگید، یه نفر به شما میخوره میگه عفوا، شما میگید معلش معلش،
یعنی اشکالی نداره. یک استعمال دیگه هم داره معلش که تقریبا میشه معادل لو سمحت، یعنی به قول عراقی ها بلا زحمه، یعنی هم بی زحمت. مثلا میگید معلش جیب لی شای، زحمت بر من چای بیار، معلش جیب لی شای. به لهجه های عامیانه اینطوری باید بگید معلش جیب لی شای. خب معلش کجا استعمال میشه؟ معلش بیشتر توی عربستان و مصر، یعنی عربستان و مصر به استعمال کلمه معلش معروف هستند، مخصوصا مصر. یعنی خیلی جاها اگر معلش رو بگید اصلا میگن که کلمه مصریه. یه معلش یعنی ببخشید دیگه، کنت معصب، من عصبانی بودم، معلش ببخشید. انا دمی حامی، انا دمی حامی یعنی من جوشیم، زود خونم میجوشه. حامی در اصل یعنی گرم، حامی یعنی گرم. دمی حامی تو فصیح ما میگیم دمی، ولی تو عامیانه میگیم دمی، یعنی میمش تشدید میگیره. انا دمی حامی یعنی من یکم زود جوشم، مثل سادات که زود میجوشن. انا دمی حامی، حامی یعنی گرم، برای آب اینا معمولا استعمال میشه که کلمه حما هم از همونه، حما به معنی تب. انا دمی حامی، دمی توی فصیح میگیم دمی بدون تشدید میم، یعنی خونم، خونم گرمه، یعنی چی؟ خونم زود میجوشه، من این مقدار زود جوشم، جوشیم. انا دمی حامی. پسره که ادای صدای ادای دختر رو در میاره میگه، میخنده میگه لا 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 عادی عادی، یه نه 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 عادی. عادی هم معنی معمولی داره، معمولیه، ولی خب اینجا که معنی معمولی نیست، این دینی لا بس، این اشکال نداره، لا بس این اشکال نداره، عادی عادی این اشکال نداره، مشکلی نیست، طبیعیه. پس اگر یه نفر اشتباهی در مورد شما مرتکب شد و به شما گفت ببخشید، میگید عادی عادی، یعنی اشکالی نداره. خب بریم بخش بعدی کلیپ رو ببینیم. انا يوم سمعت صوتك حسيت اني اعرفك من زمان، فقلت خلني اكلم وارمي حبال المحبه والوصال، وخاصه ان اختي دايم تنبه لي. احنا ما لناش ابويا، لازم اصرف. مين اللي قاعد تكلمينه؟ انا قاعد اكلم صديقتي والله. هات الجوال. لا تلقى، اي حقوق المراه، اي انا معنفه، الحقوني. الو من معي؟ الو من معي؟ انا اخو ندى. هلا والله، الله يسلمك، خلاص انا كذا تطمنت. چه حسی هم گرفته بود با صدای دختر، صدای دختر که در می آورد چه حس قشنگی هم گرفته، قیافش هم دختر رو نمی کرد. خب میگه که انا یوم سمعت صوتک، ترجمهش میشه من روزی که صداتو شنیدم، ولی خب همون روز بوده، چند دقیقه بعدش زنگ زده. انا یوم سمعت صوتک یعنی من موقعی که صداتو شنیدم. حسیت، حسیت همون احسستو هست یا حسستو، که سین دومش تبدیل به یا شده. پس ما تو فصیح البته حسستو رو استعمال نمی کنیم زیاد، بیشتر میگیم احسستو یا شعرتو. حسیت یعنی احساس کردن، عامیان است. حسیت یعنی احساس کردم. حسیت انی اعرفک من زمان، احساس کردم که تو رو از خیلی وقت پیش میشناسم. حسیت. توی فصیح میگیم شعرت یا احسست. بعد توی لهجه های عامیانه فعل هایی که به این صورت حرفش دوباره تکرار میشه، مثلا حسستو یا مثلا استعددتو، حرف دوم تبدیل به یا میشه و تشدیدی هم میدن به حرف اول. مثلا استعددتو میشه استعدیت، استعددتو میشه استعدیت. در مورد متکلم، در مورد متکلم اینجوری میشه، و متکلم و متکلم مع الغیر. مثلا استعددنا میشه استعدینا، استعدینا. یا مثلا لباس رو پاره کرد، لباس رو پاره کردم، لباس رو
پاره کردم. میگید در فصیح شققتو هست. توی عامیانه چی میگیم؟ میگیم شقیت. شقیت. یا متکلم مع الغیر باشه، چند نفر باشن؟ شقینا. شقینا الثوب. مثلا شقینا القمیس. انا یوم سمعت صوتک، من موقعی که صداتو شنیدم حسیت، احساس کردم، حسیت انی اعرفک من زمان، حس کردم که از خیلی وقت پیش تو رو میشناسم. فقلت خلنی کلم، قلت پس گفتم، فقلت یعنی پس گفتم، خلنی کلم بذار صحبت کنم، خلنی یعنی دعنی به عربی فصیح، میتونید بنویسید خلینی یا خلنی. خب سعودی های مقدار سریع تر میگن خلنی، خلنی، خلنی کلم میشه دعنی در فصیح، یعنی let me، let me معادل انگلیسیش میشه. خلنی کلم بذار صحبت کنم، خلینی یعنی بگذار که من صحبت کنم، یعنی داره با خودش میگه بذار من صحبت کنم، یعنی همون ما تو فارسی میگه بذار صحبت کنم. خلنی کلم، خلا یخلی معناهای زیادی داره توی لهجه عامیانه، کلمه عامیانه هم هست، یعنی توی فصیح به این معنا استعمال نمیشه. تو فصیح داریم خلا یخلی، ولی خب به این معنا نیست. مثلا میخوام بگم که خلی، مثلا یه اصطلاح معروفی که داریم خلیک بالبیت، یعنی در خانه بمان. خلیک بالبیت به معنی ماندن هم هست. مثلا میخوام بگم خلیک هنا، یا به لهجه شامی خلیک هون، یعنی همینجا بمون. یا مثلا به معنی قرار دادن، انا خلیت، انا خلیت مثلا خلیت الموبایل على الطاوله، یعنی من گوشی رو روی میز گذاشتم. خلیت به معنی گذاشتن هم استعمال میشه. اینجا خلنی کلم یعنی بذار صحبت کنم، فقلت خلنی کلم، گفتم بذار صحبت کنم. خلینی روح، بذار برم، خلینی روح یعنی بذار برم، بس معنی گذاشتن یعنی اجازه دادن استعمال میشه. خلینی کلم و ارمی حبال المحبت والوصال، میگه با خودم گفتم بذار صحبت کنم و ارمی حبال المحبت والوصال، یک رشته محبت و دوستی رو و وصال رو من پهن کنم اینجا بالاخره بندازم. حبال جمع حبل هست به معنی رشته و نرشته خوردنی، یعنی تناب ریسمان. رشته نه، ما میگیم مثلا حبال، حبال المحبه یعنی رشته دوستی، یک پیوند دوستی این وسط ایجاد بکنم. ارمی حبال المحبه والوصال یعنی یک پیوند دوستی و یک رابطه دوستی ایجاد بکنم. و خاصتا ان اختی دایم تمدح فيك، يلعن ام الكذب. خاصتا ان اختی دایم تمدح فيك، که مخصوصا اینکه خواهرم هم همیشه ازت تعریف میکنه. لا حول ولا قوه الا بالله. تمدح فيك ما تو فصیح میگیم تمدحك، یعنی با فی معمولا نمیاریم. تمدح فيك یا تو فصیح تمدحو که یعنی تعریفت میکنه، ازت تعریف میکنه. دائم تمدح فیک، دائم یعنی همون دائما، تمدح فیک مخصوصا که خواهرم هم همیشه ازت تعریف میکنه. مرد میاد اینور با خودش میگه العن ام النشفه، العن ام النشفه، العن یعنی لعن میکنم، یعنی همون لعنت. ام النشفه، خب ام همونطور که چند خط قبلم داشتیم مادر دیگه ترجمه نمیشه اینجا. النشفه یعنی جفاف، یعنی خشکی. لعنت بر مادر خشکی، لعنت بر اساس هرچی خشکیه. این طوری ترجمه نمیشه، این ترجمه تحت لفظیشه. توی زبان عربی زندگی خشک و بیروح و بیعاطفه و بیعشق رو بهش میگن الحیات الجافه یا الحیات الناشفه. زندگی خشک و بیعشق و بیروح. الان ام النشفه یعنی میخواد بگه طرف چقدر ندید بدیده، چقدر تو زندگیش هیچ کسی رو نداشته، بلا فاصله زنگ زده میخواد با من دوست بشه. العن ام النشفه، لعنت به این زندگی نکبت باره این طرف. لازم اتصرف انا، لازم اتصرف انا.
لازم یعنی همون باید، این کلمه یه که فصیحه ولی خب بیشتر تو عامیانه استعمال میشه. لازم یعنی باید، ما تو فصیح میگیم یجب ان اذهب مثلا، یجب ان اتصرف، ولی توی عامیانه برای همه میگن لازم، لازم اروح، لازم امشی، لازم آکل، لازم اشرب، کلا میگن لازم به معنی یجب. لازم اتصرف انا، بس لازم شد باید. اتصرف یعنی یک کاری بکنم یا یک کاری میکنم. خب اینجا ترجمه میشه یک کاری بکنم. لازم اتصرف انا، باید یک کاری بکنم. ببینید تصرف، یه تصرف به معنی انجام دادن کار نیست، معادلش توی فارسی میشه مثلا میگیم تصرف، قم و تصرف، پاشو یک کاری بکن. تصرف یعنی کاری بکن، یعنی یه راه حلی، یک راه حلی برای مشکل پیدا کن. مثلا تصرف یعنی من خودم یک کارش میکنم. برای شغل اینا نگید، مثلا میگید که من صبح تا شب کار میکنم، نگید انا اتصرف من الصباح الى الليل، باید بگید انا اعمل، انا اشتغل توی عامیانه. اعمل تو فصیح، اشتغل بیشتر تو عامیانه، که البته اعمل بیشتر توی فصیح استعمال میشه، اشتغل بیشتر تو عامیانه استعمال میشه، ولی خب هر دوشون رو میتونید هم در فصیح هم در عامیانه به کار ببرید. الان ام النشفه، لازم اتصرف انا، لعنت به این زندگی نکبتبار و خشک و بیروح طرف، لازم اتصرف انا، باید یک کاری بکنم. مین اللي، صدای مرد در بیاره، میگه مین اللي قاعد تكلمينه، کیه که داری باش صحبت میکنی؟ مین اللي قاعد تكلمينه؟ بعد صدای دختر دوباره در میاره، میگه انا لا، انا قاعد اكلم صديقتي والله، يا من نه، من دارم با دوستم صحبت میکنم به خدا، انا قاعد اكلم صديقتي والله، هات الجوال. با صدای مردونه میگه هات الجوال، موبایلو بده، جوال یعنی موبایل، هات الجوال، موبایلو بده. بعد میگه با صدای دخترنه دوباره میگه لا، ها طلقه، طلقه ما تو فسی هم داریم، طلقه، طلقه یعنی شلیک، شلیک گلوله، یعنی طلقه هنا، اصابتنی طلقه یعنی بهم تیر خورد، بهم شلیک کردن. اطلق یطلق اطلاق معنی شلیک کردن، پرتاب کردن هست. اطلاق الصاروخ یعنی پرتاب کردن موشک. اطلاق القمر الصناعی یعنی پرتاب ماهواره. و اطلق النار به معنی شلیک کردن، اطلق رصاص یعنی هم شلیک کردن، طلقه یعنی یه تیری مثلا اصابت کرد، مثلا میخواد بگید که یه تیری به هم اصابت کرده، اینجا هم میگه طلقه هنا، طلقه هنا، طلقه هنا، طلقه، آه شلیک. مثلا ما یه جا میخواییم فضا سازی بکنیم، میخواییم بگیم که مثلا یه جایی دارن میزنن، آه بوم، شلیک کردن، طلقه، داره برای اون فضا سازی میکنه، تصویر سازی میکنه که فکر میکنه که این طرف دارم میزننش، با گلوله دارم میزننش. لا طلقه، آه گلوله زدن، آه حقوق المرأه، حقوق زن کجاست، حقوق بانوان کجاست. انا معنفه، این کلماتش کلماتی نیست که بالاخره توی مکالمات روزمره استعمال بشه، که مثلا ما توی مکالمات روزمره مثلا یه مردی زنجی رو میزنه، نمیگه حقوق المرأه، حقوق زنان کجاست، آه حقوق المرأه، یه حالت کمدی داره فیلم. انا معنفه، معنفه اینم همونطور تقریبا، معنفه این قربانی خشونت، انا معنفه، من قربانی خشونتم، داره ادا در میاره اونور. خلاصه معنف از عنف اومده، عنف به معنی زور و خشونت، خشونت. عنفه یعنی خشونت خرج داد، عنفه، و مفعول بهش میشه، یعنی ببخشید اسم مفعولش میشه معنف، یعنی کسی که قربانی خشونته، قربانی خشونت، مؤنثش میشه معنفه. انا معنفه، من یک زن قربانی خشونتم، الحقونی، الحقونی رو داشتیم، به دادم برسید، کمکم کنید. بعد مثلا گوشی رو گرفته، الو مین معی، الو مین معی، با صدای دختر میگه الو مین معی، انا اخو ندا، من برادر ندا هستم، هلا والله، الله يسلمك، خلاص انا كده تطمنت،
يا هلا والله، سلام سلام عزيز، سلام بزرگوار، الله يسلمك، سلامت باشي، خدا حفظت کنه. خلص خب يا تمام، بس سلام بس سلام تمام. انا كده كده همون كذاي فسيح هست، ها كذا كده همون ها كذا و كذا در فسيح هست. انا كده تطمنت، تطمنت از همون اطمئنان و اطمینان در عربی گرفته شده. تطمنت یعنی خیالم راحت شد. انا کده تطمنت. حالا که اینطوری شد من خیالم راحت شد. انا کده تطمنت. من اینطوری حالا خیالم راحت شد. پس تطمنتم میشه خیالم راحت شد. ارتاح بالی. اطمئن قلبی. خب دوستان خسته نباشید. چند تا هم تمرین دارم خدمت شما. این جملات رو لطفاً هم به عربی فصیح و هم به لهجه سعودی که الان کلماتش رو یاد گرفتید ترجمه کنید و توی کامنت ها ارسال کنید. جمله اول با برادرم صحبت کردم. هم با کلمه یکلمو بنویسید هم با تکلمه یتکلمو. جمله دوم بی زحمت در رو ببند. جمله بعدی، جمله سوم، این شغل رو از دستم پروندی. و جمله بعدی، من دارم چایی میخورم. البته دارم در عربی فصیح به جز دو سه تا مورد که اصطلاح خاص داره، میشه مثلا از اسم فاعلین استفاده کرد، از همون مضارع باید برش استفاده بکنیم. این جملات رو به زبان عربی ترجمه کنید و توی کامنت ها ارسال کنید. از همه شما ممنون و متشکرم. خدا نگهدار. عربی برای همه.